آب ما تشنه است. قرارگاه تاکتیکی ارتش عراق. یلا انزل بسرعه. یلا قلش ما هو مخلوق. هزار غم یه طابق عب میانم ره ها
از ان احنان یا سیدی یا هو امر کن تقتقون نمان سيدي هذا موجي ما يفهم شيء دیگه چرا حاجمو تو باید به همه بچه ها رویه بدی گریم به خاطر خودم نیست گریم به خاطر بچه هم به همه زودی دل تنگ شده دلم از این مصفیزه که بچه هم دلال جلو چشمام جون مده بچه هم همون که رو بران کرده مسعود ماله کشتن
کشتن قبول مرشد کشتن ارتش عراق استخبارات مرگ من اول میرم یا ارمان زمان ما دنبال کسی هستیم که این پلاک تو گردنش بوده.
خوبش اینه که دیگه عراقی هارم نمیبینم. چیزی میخواستی بگی اتا؟ فکر کنم از اینجا به بعد بازجویی ها شروع بشه. میخواستم بگم یه جاسوس بین ماست. جاسوس؟ از کجا میدونی؟ فکر میکنه اون نوجوانو کی کشت؟ عراقی ها؟ اگه شیشه های عینکم بود میگفتم کیه. اون بسیجی قبل از مرگش به هم نشونش داد. اگه نشونیاش بده پیداش میکنم. نشونیاش؟ اگه بگم لباس بسیجی داشت و ریش تمومه، من یه لحظه بیشتر ندیدمش مومن. Thank you.
هی صفحه چی اینجا؟ حلی میدن؟ ساکت؟ اینجا فقط به دیوانه حلی میدن، به تو نمیدن. تو خیلی روشنی. اینی ساواچی ها عشقو همونجا اونجا نشسته. شما باید منصور قاسمی را به ما معرفی کنین، کله شقی کنین، پوست این اسیر رو جلو چشماتون میکنم. این کار رو تا صبح ادامه میدم، انقدر پاشو میفشارم تا یکی از شماها به حرف در بیای. کار همه رو مشکل میکنی، کار خودتو از همه بیشتر. اونقدر کتک خورده که جونی برات نمونده. تا کی میخوای ادامه بدی؟ اون حق داره، چون موجیه، حالش نیست. ولی ما چی؟ مگه این قاسمی کیه که باید اینقدر واسش عذاب بکشیم؟ اطلاعاتش مهمتر از خودشه. عراقی‌ها دنبال اون اطلاعات هم. میگن یکی از فرمانده‌های برون مرزی سپاه بوده. آره، اگه لوبره جشن عراقی‌هاست. هر چی تو خاکشون ضربه خوردن از امثال قاسمی بوده. اونا واسه شناساییش یه جاسوس بین ما گذاشتن. یه جاسوس؟ فکر میکنی کی باشه؟ من به همه مشکوکم، حتی به تو، حتی به این. میتونه این موجبازیاش هم کلک باشه. پس چطوره همه رو چک کنیم؟ این یکی رو خودم تست میزنم. هی با تو هم میخوام بدونم اسم چیه. دلم گرفته
اسم من غفوره، سید غفور. غفوره دروغگو. دلت چی گرفته؟ بلدی آواز بخونی؟ آره. بیا جلو، بیا تا بلد بخونم. کی گفته من دروغ میگم؟ کی گفته مناظری؟ من نگفتم. بله چرا؟ مگه نیستی؟ شاید! شاید؟ نوقای چارسون و پیچتون ستون هفته تا یازده همه دشمن اونا اسیرن. باید کمک کنید همه اوسر رو برسونی به جهنم. شزمه دمه این دستور فرمانده ایه. میفهمی چی میگم؟ آره. حالا اگه بلدی بخون. باشه میخونم، ولی به شرطی که خوب گوش بدی. ببین من حواسم جمعه، این که از حرفای من چقدرشو میفهمی نمیدونم، ولی امیدوارم اونقدر که لازمه حالیت بشه. یه جاسوس بین ماست. همه به تو مشکوکم. وای به اون روزی که حرفاشون درست در بیاد. وای به اون روز. اون روز منم که موجی میشم، موجی میشم و میزنم به سیم آخر، سرتو میذارم رو سینه. حالیت ده؟ خونتون بیرون بیا آی آدم آی آدم منو. عراق، شهر بصره. دیگه فکر نکنم دووم بیارم. فاتحه هم خونده است. اگه تو این حال اسمتو لو بدی یعنی فاتحه خیلی خونده است. منو یادت نمیاد؟ منم هادی، برادر زینت. زینتو چی؟ آخرین باری که مجبور شدی یادته؟
زینه تو اینجا چی کار میکنی؟ این یکی رو از من بپرس. وقتی خانم دکتر شنیدن که حضرت عالی مجذوب شدین، ها رو توی کفش کردن تا خط بیام. هر چی گفتم کوتاه بیا همشیره، میارمش، میارمش بهتاری تو چادر خودت، خودت بهش برس، خودت مداواش کن، تو گوشش نرفت که نرفت. اینم آقا منصور سور و مرو گنده، شلوغش نکن هادی. بادم جونه بم آفت نداره این بار. چرا آقا منصور شانس بیاری دو ماه رو شاخشه، مهمون تهرونی. تیر عراقی ها اخیرتر از اونه که بخواد دو ماه زمین گیرم کنه. خواهش میکنم منصور، شوها رو بذار کنار، بستگی به حالت داره. یه تیر به نفع آبجیمون زینت خانوم. وسط خوبی ها آقا منصور، دوران نامزادیش تموم بشه و به اسارت در بیاد. تو به این میگی اسارت؟ چه جورم؟ از اون اسارت هاییه که امیدوارم هیچ وقت روی آزادی رو نبینی. بغداد، پادگان ارتش عراق. طلحه یا زبایر، رجلك چی میگشتن؟ دنبال کسی که یه انگشت پاش قطع باشه. منظورتو نمیفهم. مورفیقم عطا بین بچه ها شایع کردیم قاسم یک انگشت پاش قطع شده. ما خواستیم ببینیم کسی به علاقی ها خبر مده یا نه. نقشه خوبی بود، اما تنهایی بشینه که یکی از بچه ها پاشو از دست داد. خدای سر شکافته، مهم نیست. ببینم بچه کدوم لشکری؟ حضرت رسول. تبت رفته بالا، کارش نمیشه که، باید ساخت. نباید دست رو دست بذاریم. من داد میزنم هرچی باد آباد. کار دست خودم دیار. جهنم، جهنم، جهنم کنه شد حرف. ببین مرشد، تو بچه کدوم لشکری؟
قربون گنبد تلاش از آقا امام رضا بخوا که خودش کمک کنه. فقط دعا کن، دعا. آهای آهای با شمام، یکی بیاد اینجا با شمام. لعنتی ها، یکی از بچه هامون داره جون میده. با شمام لعنتی ها، یکی بیاد اینجا، یه دکتر بیارین. چه صحبت ها؟ الموت صدام، الموت صدام. اون حالش خرابه، داره میمیره. منم باش میام. شیر بزنیم. به تبریک میگم، خوب پیش اومدی. همینطوری پیش بیای ممکن است لو بری. کدوم عراقی عقلش قد میده که یه موجی به هم ریخته فرمانده بزرگی به اسم قاسمی باشه؟ ها برو برو برو. حتما تعجب میکنی چطوری شناختمت. ولی دهن همه مثل تو محکم نیست. مثلا برادر زنه زنه برادر زنه غریبی؟ آنچه غریب نیستیم که؟ برو خواهیم شو، برو خواهیم. هنگه بچم. آره نه، گفتم که آقا اینجا. همه گوش کنن، ممکنه بین ما کسی باشه که تحملش تموم شده باشه. کسی که تحملش تموم بشه به خودش حق میده با عراقی ها همکاری کنه. یه نفر بین ماست که واسه عراقی ها خبر میبره، شاید هم یه جاسوس باشه. ولی حدس من اینه که اون یه رزمنده بریده است. هر کی از خودش بلند شه، بسیجی با شهامت اقرار داشته باشه. شاید هیچ کدوم از ما قاسمی رو نشناسیم، ولی باید همه قسم بخوریم نذاریم لو بره. بسیجی کسی نیست که هم رزمشو بفروشه. بسیجی به اندازه همه ی عالم غیرت داره. ولی من مطمئنم که اون یه بسیجی نیست، اون یه منافقه. محکم حرف میزنی. آره، چون میشناسمش. خب معرفیش کن، اون کیه؟ باشه معرفیش بکن. بوم اونو که دنبالش این اینه. خوب نگاش کنیم، خوب نگاش کنیم. من میدونم واسه چی اومده. گول خور بازیاشو نخوریم. تو غریب نیستیم، همش رد گم کنیه. همین که قاسمی رو بشناسه خور بازیاشم تموم میشه. تو غریب نیستیم. من مطمئنم، مطمئنم که قتل اون جوانم کاری این نامرده. خود دارید خون کسیف این نامرد نباید به گردن یه نفر بیفته. باید همه تو کشتن شریک باشن. ببندیمش پسه تو. داغ! جمع امام رضا! قربون غریبی! بیاین! بیاین جلو! گوشت قربونی میخواین؟ من! به منو بزنین! بیاین جلو! به منو بزنین! قربون غریبیتون برن! قربون باهاتون برن! قربون دستاتون برن! به منو بزنین! به منو بزنین! نرمه یه اول من میزن. بیا قربونت برم، قربون معرفتت برم. بیا بزن، بیا بزن، بزن. خواهش قربونمون دستت.
بزن، تو هم بزن، بزن اینجا. منم خاطی خوشم زن چطور یادت نمیاد؟ چرا باید همه چی از یادت بره؟ چطور بهت بگم؟ چطور حالی کنم؟ باید زنده بمونی. تو عراق یه نفر منتظره، کسی که خیلی دوستش داره. شب دامادیت یادت نیست؟ قرارتون چی بود؟ زندگی من هم سال من پر از تیر و ترکشه، رفتن و نیومدن، اسارت، شهادت یا مفقود شدن، همه اینها عین سایه هر لحظه کنار منه. بله شما باید رضایت به احتمال همه اینها باشه. شما چی؟ اجازه میدین در تمام مراحل در کنارتون باشم؟ هنوز جواب منو ندادی. آیا وکالت دارم؟ بله. مبارک باشه. خیلی ممنون. زنده باش. تبریک میگم. خوشبخت باشی. خیلی ممنون. خوشبخت باشی انشالله. مبارک باشی انشالله. تبریک ممنون. مبارک باشی انشالله. تبریک گفتی ممنون. دیدی گفتم بالاخره اسیر میشی. نازنس. این از کنار قلبت در آوردم، هدیه ازدواجمونه. دلم میخواد همیشه رو سینه‌ات باشه.
سلامت ها. برات چشم روشنی آوردم. توی مرشد معلوم از کجای مومه؟ آخ چی شده؟ چیز مهمه نیست، زیر هشت عراقی ها بودم، یه دست به سر صورت رو کشیده، خواستن قاسمی رو معرفی کنم. حالا چشم روشنی چی هست؟ یه چشم ناقابه، پشت اتاق بازجویی از یک حد به چه ها گرفتم. شیشه راست شوردش میره شما، چپشون با شما خودش. جنازه اینکت هست؟ آره. کور رفتم که. حالا دوست داری اولین نفره که میبینی کی بشه؟ اول عکس بچم، بعدشم اون نامردی که نباید بین ماها باشه. أغف على الصف ونظم. سكتوا انشبوا. تنسين نامرد پیداش کنی؟ هنوز نه، ولی بالاخره میشناسمش. يلا بسرعة، يلا بعد واحد، يلا اثنين، يلا بسرعة عجلوا ثلاثة، يلا الساعة أربعة بسرعة، يلا الساعة خمسة، يلا الساعة بسرعة ستة سبعة
اسم عطا رتبه امدادگر منصور قاسمی رو میشناسی؟ نه قاتل رو چی؟ آره کیه؟ منصور قاسمی به تو که گفتی اونو نمیشناسی؟ آره ولی مطمئنم کار اونه از کجا مطمئنی؟ اون بیچاره تصمیم داشت معرفیش کنه ولی قاسمی نذاشت قبل از اینکه حرف بزنه اونو کشت این داره از کجا میدونی؟ از خود مقدور شنیدم تو اونو میشناختی؟ آره با هم توی یه گردم بودی مطمئنی؟ حاضرم قسم بخورم میدم پوستتو بکنن تو با نیروی ما توی گردم بودی؟ اون یه مجاهد بود خودش گفت منو میشناسه چند بار بهش گفتم مومن به جا نمیارم گفت بزرگان نبایدم به جا بیارم قاسمی رو نشونه داد؟ قرار بود گفت مطمئن که شدم بیرون بیرون غفور شیر خدایی چند تا اسم داری؟ غفور یا شیر خدایی؟ غفور شیر خدایی درجه امدادگر یه امدادگری نشونت بدم که صد تا امدادگر دیگه هم نتونن کمکت کنن تو کسی که کشته شده میشناختی؟ از چرا کشتیش؟ من نکشتم از کار کیه؟ منصور قاسمی همه میمونیم میشناسیش؟ میشناسیش؟ نه سیاهه نگی قاتل کیه روزگارت هم سیاهه خب من که قصد داشتم بکشمش ولی کشتیش من فقط هولش دادم چرا؟ خب اونم من هول داد از کجا هولش دادی؟ یادم نیست خب فکر کن خب فکر کن خب طبقه چهارم بود یا چهاردهم من روزای هفته یادم نیست مزخرف بیرون بغداد اردوگاه اسرای ایرانی سر والا
الان جلوی شما 15 اسیر جدید به صف ایستادن. شاید کسی پیدا بشه که یک یا دو یا همه اینها رو بشناسه. من از کسی که این خوششانسی رو داشته باشه میخوام که بدون اینکه بقیه اسرا بفهمن اونا رو به ما معرفی کنه، و مهمتر از همه اسیری به نام منصور قاسمی. به احتمال زیاد یکی از این 15 نفر منصور قاسمیه. معرفی اون بزرگترین پاداش ها رو همراه داره و عدم معرفی مساویست با قطع شدن آب اردوگاه. کافیه. سرافاین. وانا استراحه على فندق. حالا دیگه موقع تصفیه حسابه. این بهترین فرصتیه که منتظرش بودم، فرصتی که با تو تنها باشم و جون همه بسیجی ها که نمیذارم از این سلول زنده بیرون بری. خون تو با دستای خودم میریزم. چرا کشتیش؟ چرا کشتیش؟ چرا؟ آتام چرا؟ چطور دلت مرده؟ ای غفور، معلوم اونجا چه خبره؟ چرا؟ چرا؟ ای خدا! ای خدا! دارم دیوونه میشم، دارم داره میترکه. ای خدا! خفت میکنم لعنتی، خفت میکنم لعنتی، دوار لعنتی، خفت میکنم. تو داری میکشیش. منش کنم؟ من میدونم اون بیچاره توی توالت کی کشت. من میدونم اون بیچاره کی بود. من دستای کثیف خونی این نامرد رو دیدم. منم دیدم دستای کثیف اون نامردی که حقش بود همونجا کشته بشه. من اونو شناختم. گردن این بیچاره رو ول کن تا برات توضیح بدم. من جنازه اون لعنتی رو دیدم. درست همونه بود که پسر قبل از شهادتش بهم نشونش داد. اونا بچه یه محل بودن. میگفت دوست برادرم بوده. من مطمئنم که کشته شدنش هم کار اون بوده. میفهمی؟ مهمی نبود. غفور به این پسر موجی مشکوک شده بود. دلم میخواد ببینمش. غفور چی شده؟ میخواستم اون همونه که تو سلولته بیارش اینجا. باشه. دیگه مهم نیست، فقط میخوام نگات کنم، سیر سیر ببینم. این آخری بپره. دیگه نمیخوام بشناسی، فقط
فقط میخوام دست تو بگیرم، دست تو بده به من، خواهش میکنم دست تو بده به من، دست تو بده به من. من بکشن اگر برای چی موندی اینجا؟ آقا منصور وقتی شما رفتی جلو بسیم پیغام داد که منصور جان بچه ها پشت آب موندن، سعی کنید خط رو حفظ کنید. هدی یک کمک رو ببریمش. بودو شما باید یه عقب، اگه اینجا کسی نمونه تانکا با بچه ها میرسه. ولی من نمیذارم این بربل خاموش بمونه. من اینجا میمونم. برو عقب، دود باش، یه دستوره. بچه ها مقاومت کنن، عراقی ها پلو زدن، بچه ها زدن به آب، سعی کنید خط نشکنه. آخرین گروه داره تخلیه میشه، تا چند لحظه دیگه میتونی بچه ها رو بکشی عقب. منصور جان تبریک، بچه ها نجات پیدا کردن، حالا دیگه میتونی راحت باشی. زدن ریش اجباری، کوتاه کردن مو اختیاری. حالا بسم الله، یکی از آقایون بیاد بشینه اینجا تا خوشگلش کنه. لا
سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، که ما هم در دیار خود سری داریم سامانی. ما چند وقت اینجاییم؟ کوتاه کردن ما یعنی تموم شدن قرنطینه. قرنطینه از یه هفته شروع میشه تا یه ماه. شما 7 روز اینجایی. 7 روز. شما چند وقت اینجایی؟ ناقابه. شما میرین تو 8 روز. من میرم تو 5 سال. اون چشه؟ موج زده به سرش. فعلا هم با دلش زنده است. میگن یه آدم مهمی بین شما هاست. اون دیروزی ها میگن از استخبارات اومده بودن واسه شناساییش. یه نفر داره از این جهنم خلاص میشه، یه نفر داره میره بهش. دوست تو میگه حالش خرابه، داره جون میده. خوش اومدید با آسایشگاه عشقی ها. میگم جرمتون چیه؟ کلا سر کسی گذاشتین؟ برداشتین؟ نکنه کلا سرتون گذاشتن؟ سکرمه هاتون تو همه؟ میکم تو این جمع کسی بده کار آقایونه؟ بده کار چی کار چی؟ تو رفتارت برقی ها بهتر از این هاست. گور بابای عراق و عراقی از این توفه ها بپرس. خیال کردن تارا تنبکمون از دل خوشمونه. بس میگه نزنیم میپوسیم، نخونیم میمیریم. دنیایه زندونی دیفاله همیه، زندونی از دیفال ویزاره. کافیه. حالیته چی گفت؟ این جماعت که میبینی اکثرا تو دریا سیر شدن، لنچ داشتن و جنس رد میکردن. حاجیت هم که میبینی راننده کامیون بودم که سیر شدن. حوصله یه بگو مگو با تو هم ندارم. دستتو بکش. نکشم. میخوای چیکار کنی؟ خودم میزنم کنار.
آقا رو بسن بینام. این سوت که با تو میزدی؟ ای مشتی، از تو معرفته؟ خودمون باید به خودمون خوش آمد بگیم. ای که مصبه تو شد. باشه، میگیم خوش آمدی آقا قلا. فرما بشین. دلم لک زده و سیاستم نفه یاسبین چای دا اجازه بدین میگم پپسی کولا براتون بیارم سون و فانتا چی؟ عوض نکردین؟ هی گارسون بیا اینجا ده بجون هی گارسون با تو هم آقا تشنه خوشت اومد؟ نه جون من خوشت اومد؟ جون هرچی مرده تو فقط لب در کن بچه های زهرا تشنن آب فراتو بستن تو میتونی بازش کنی قربون بیبی بشم با بچه هاش تو معلوم از چی داری میگی عشقی اکنه منظورت بچه های اردوگان من تو رو میشناسم من تو رو یه جای دیدم تو چقدر آشنایی پسر بایست ببینم Thank you.
من این عراقی ها بو نبردن. آره ولی دیر یا زود میفهمن، همین که بفهمن جنازه شو میبرن. نباید بفهمن، باید جنازه شو نگه داریم تا فردا. چرا باید این کارو بکنیم؟ برای آخرین وداع. این رسم بچه های اردوگاست. چرا فردا؟ تاریخ از دست در رفته. تا میدونی فردا چه روزیه؟ عاشوراست. توجه. اینجا یک اسیر زن تو چنگ ماست، زن منصور قاسمی. در باز کنیم و الا شکنجه میشه. شما فقط 5 دقیقه فرصت داریم که تسلیم بشین. تو باید داد بکشی. قاسمی رو صدا بزن. منصور اگه به این مسخره بازی ادامه بدین این زن زیر شکنجه کشته میشه. باید تسلیم بشیم، نباید بذاریم به اون زن توهین بشه. ظاهرا چاره ای نیست. توکل به خدا، میریم بیرون. دیگه تنها نیستی، موج امام حسین همه رو گرفت. وای سکی ناز، شما نباید برید بیرون. اگه برید میکشنتون. واسه شما چه فرقی میکنه؟ هی ما میخوایم بیایم بیرون. اگه چوب تو سری یکی از اینا بخوره دیگه منصور قاسمی رو نمیشناسم. توقفو. بازی خوبی بود ولی دیگه تموم شد. از امروز همه آب دارن. این زن
و اکثر اردوگاه ها برای شناسایی شوهرش رفته و حالا نوبت اردوگاه ماست. اگه شما شانس بیارین و شوهر این زن یعنی منصور قاسمی بین اسرای جدید این اردوگاه باشه، یعنی پایان 7 روز تشنگی، اون وقت شما میتونین مدیون این زن باشین. اون قراره با شجاعت خودش به تشنگی 7 روزه شما پایان بده. ابدو. اسرای جدید یک قدم بیان جلو. ببین بین ایناس هیچ کدوم؟ اسرای جدید فقط شما این؟ جنازه یه نفرمون تو آسایشگاه است. محکم باش خواهر، دشمن نباید عجز ما رو ببینی، محکم باش. منصور، میخوام باهات حرف بزنم. میدونم که داری میشنوی، میدونم که داری نگاه میکنی. 6 سال منتظر همچین روزی بودم، روزی که ببینمت باهات حرف بزنم. توی این مدت با هیچ کس حرف نزدم، درد دلم رو به هیچ کی نگفتم. دیگه نمیتونم، حالا میخوام بهت بگم خوش اومدی. منتظرت بودم اما نه اینجور. بعد از 6 سال برام هدیه آوردی. انتظار داری قبول کنم ها؟ بگو چرا ساکتی؟ آخه یه چیزی بگو، یه حرفی بزن، بگو با این هدیه چی کار کنم؟ بگو، بگو این قوم عشقی ها چی به سر دووردن؟ بذار ببوسم، بذار این زخم پیشونی تو ببوسم. کافیه، بلند شو. بازی دیگه تموم شد، حالا نوبت پرده آخر نمایشه. همه گوش کنن، ما دوست داشتیم شوهر این زن فرمانده افسانه‌ای شما رو زنده ببینیم، ولی انگار شانس با اون بود، چون اگه زنده شناسایی میشد روزی 100 بار مرگش از خدا میخواست. ولی من با جنازش کار دارم، هر کی مایل آب بخوره آب دهنشو نثار این مفلوک بکنه. اون تشنه جون داده، باید یه جوری سیراب بشه. حالا کی حاضره؟ کسی حاضر نیست؟ امروز عاشورایه، هیچ که حاضر نیست آب بخوره. اگه این کارو نکنین دستور میدم چادر از سر این زن بکشن. من اون زنو میشناسم، به ولای علی اگه یک مو از سر اون زن کم بشه به ناموس زهرا این اردوگاه رو به آتیش میکشم. کسی حاضر نیست؟
حاضری؟ به شرط اینکه احترام بذاری. بگی به زوریه زهرا، دختر پیغمبره، سیده است، بی احترام داره. احترام بذار. اگه احترام بذارم این کارو میکنی؟ احترام.